مغلطه شیب لغزنده یا slippery slope fallacy. تعریف: مغلطه شیب لغزنده موقعی اتفاق می‌افتد که شخصی ادعا کند اتفاقی کوچک و به ظاهر بی اهمیت طی فرایندی زنجیروار به اتفاقی به مراتب بزرگتر و مهمتر منجر خواهد شد و آن اتفاق نیز پیش زمینه اتفاقی بزرگتر خواهد بود و همه این اتفاقات منجر به یک اتفاق نهایی تکان دهنده خواهند شد. در این فرایند ارتباط بین هر اتفاق به مرور سست‌تر و غیر محتمل‌تر می‌شود. اتفاقات بسیاری در این مغلطه دخیل هستند، اما فقط حضور دو تایشان الزامی است. این دو اتفاق عموماً با عبارت بعدش یهو می‌بینی و از این دست عبارات به یکدیگر متصل می‌شوند. مثال اول: نیوشا، این تیشرت فکر کنم خیلی خوب باشه. بچه‌ها اکثراً بهم میگن سفید خیلی بهت میاد. ماکان، آره قشنگه، ولی آخه سفید که بگیری دو بار که بپوشی سری لک میشه. از یه طرف هم ذهنتو درگیر میکنه، هم میاری خونه میندازیش تو ماشین لباسشویی و احتمالاً رنگ لباسای دیگه رو به خودش میگیره و بعدش قابل استفاده نیست. حالا باید دوباره پول بدی و یه لباس دیگه هم بخری. توضیح: وقتی نقطه آغاز و پایان یا همان نتیجه گیری این ادعا را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که احتمال وقوع آن بسیار پایین بوده و ممکن است در این بین بسیاری اتفاقات دیگر رخ دهد. در واقع احتمال رسیدن از نقطه ابتدا تا انتها بسیار کم است و ماکان احتمال اتفاقات زیادی که ممکن است در این بین رخ دهد را در نظر نگرفته و دچار مغلطه شیب لغزنده شده است. مثال دو: خانم نجاتی، داری اشتباه میکنی که واسه دخترت گوشی میخری، خیلی اعتیاد آوره. چند وقت دیگه حتی سرش هم از گوشی بیرون نمیاره و بعدش با کسای آشنا میشه که اصلا مشخص نیست طرف چیکاره هست و چه جور آدمیه. یه روز میبینی بچه رو میکشه بیرون و ممکنه اذیتش کنه. حالا بعدش تو هر چی میخوای کنترلش کنی و نجاتش بدی، دیگه به حرفت گوش نمیده و از اون به بعد همش با هم دعواتون میشه. توضیح: در این مثال نیز خانم نجاتی هرچه از نقطه آغاز نتیجه گیری به نقطه انتهای آن نزدیکتر می شود، اتفاقات گوناگونی که ممکن است به جای هر یک از مراحلی که بیان کرد رخ دهد را در نظر نگرفته. یعنی اگر از اتفاق اول مرحله به مرحله جلو برویم، به مراتب احتمال رخ دادن آنها کمتر و سست‌تر می شود. کاری از تیم جمهوری.